دیدار با سردار محمد داود خان. غلام حسن جان پسر کاکایم در کشور فرانسه با سردار محمد داود خان در یک مدرسه درس خوانده و با نام برده همصنفی بود. به این اساس یک چند روز بعد از دیدار با ظاهر شاه آرزو نمود یک مرتبه با زید سردار محمد داود خان هم به عمل آورد. در این وقت سردار محمد داود خان خانه نشین و پسر عم خود بود محمد ظاهر شاه مقاطعه نموده و مصروف پلان برانداختن رژیم سلطنت و برنامه ریزی یک کودتا بود. منظور از این آرزو نزد پسر کاکایم قرار هزارات ایشان دو دلیل داشت. یکی این که یک وقتی با هم در یک مکتب به یک صنف درس خوانده بودند و روی این ملروز یکی دو مرتبه که سردار محمد داود خان به شهر هامبورگ سفر داشت، ضمن ملاقات با افغانهای مقیم آنجا با پسر کاکایم به یاد همان روزای زمان تحصیل در کشور فرانسه صحبتهایی نموده بود. دوم، موضوع برکنار شدن سردار محمد داود خان از مقام صدارت مملکت و به خانه نشستن وی بود. پسر کاکایم فکر میکرد بعد از اینکه با محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان چند روز قبل دید و بازدید نمودیم، مبادا سردار محمد داود خان تصور نماید فعلا که کار رسمی ندارد، از انظار مردم افتاده است و کسی به او اعتنایی ندارد. به این گفتارا پسر کاکایم غلام حسن جان علاوه نمود که من یقین دارم سردار محمد داود از رفتن من نزد پسر کاکای خود محمد ظاهر شاه اطلاعی واثق دارد. من که اکنون به افغانستان آمدم، اگر از نام برده یک مرتبه دیدن ننمایم، به نظر من حرکت ناموزون خواهد بود. خلاصه پسر کاکایم به پیروی از عقاید و نیات نیکوی خیش از من خواهش نمود ایشان را برفتن نزد سردار محمد داود خان همراهی کنم. بنابراین ساعت 11 پیش از ظهر فردای آن روز من با ایشان به منزل سردار محمد داود خان به منظور وقت گرفتن نزد آقای محمد کریم خان ناظر خاص موصوف رفته و یک کارت ویزیت شخصی خود را برای سپردم تا خدمت سردار صاحب تقدیم کنم. بروی کارت بر ذکره نوشته بودم غلام حسن جان پسر کاکایم برونابی خان از اروپا آمده و آرزو دارد حضور والحضرت را اگر امکان داشته باشد ملاقات نماید. آقای محمد کریم خان ناظر شخص خاص سردار صاحب کارت مرا گرفته گفت لطفا شما یک لحظه انتظار بکشید، من خدمت سردار صاحب به داخل حرمسرا میرم و به زودی برای شما جواب میآورم. واقعا آقای کریم خان خیلی زود برگشت، گفت کارت شما را خدمت سردار صاحب تقدیم کردم. سردار صاحب کارت شما را نزد خود نگاه داشت، فرمود خیلی از آمدنت خرسند گردیدم و در همین ساعت با سفیر امریکا قرار دارم که نزد من میآید. اگر فردا همین ساعت تشریف بیاورید ممنون میشم. فردا که ما درست در ساعت 11 به منزل سردار محمد داود خان رسیدیم، پیام ما را کریم خان برای ایشان برد، بدون تأخیر به داخل حرمسرا خواسته شدیم. وقتی داخل حیاط گردیدیم، دیدیم جناب سردار صاحب برای تراس تعمیر منزل خود و استقبال غلام حسن پسر کاکایم برآمده و وقتی با او روبرو گردید، مسافه‌ای بسیار گرم و برسم افغانی با الکشی نموده و بعد با من دست داد، اما با هم داخل اتاق پذیرایی گردیدیم. بعد از آن جناب سردار صاحب به صحبت آغاز نمود و در خلال دیگر گفتنی ها از غلام حسن جان پرسید حالا بگو حسن جان ازدواج کرده ای یا نه؟ چند پسر و چند دختر داری؟ پسر کاکایم در جواب گفت من ازدواج نکردم و اولاد هم ندارم. در اینجا سردار صاحب با تبسم گفت تو شارترین شخص در بین ما هستی. از ادای کلمه ما مطلوبشان رفقای به شمار می رفت که در یک مدرسه و در کشور فرانسه مصروف تحصیل بودند. از این قبیل سخنهای رفیقانه بسیار رد و بدل شد و منم داخل صحبت شده پرسیدم والحضرت از نظر سن شما بزرگتر هستید یا حسن جان؟ بازم جناب والحضرت به حال حالت لبخند جانب پسر کاکایم رو گشتانده گفت اگر حسن جان بالای من قدر نشود ایشان از من بزرگتر است.
سر کاکایم هم متقابلا حرف سردار مودب خان را تایید نمود و گفت سردار صاحب از من کوچکتر است. در این فرصت که من فکر نمی کردم جناب سردار صاحب مرا به خاطر داشته و یا بداند که من در کجا قبلا کار می کردم، دیدم روی صحبت خود را به طرف من گشتانده پرسید شما هنوز به شرکت نساجی مشغول وظیفه هستید یا نه؟ من گفتم نه، فعلا من کارهای شخصی دارم. داود خان به این جواب من اکتفا نکردم، بازم پرسید چرا؟ مؤسسه نساجی یک مؤسسه است که آینده و دورنمای بسیار خوبی دارد. من گفتم فرمودهای شما درست است، ولی ریاست مرکزی از کابل با گلبهار نقل کرد و من به علت این که اطفالم در مکاتب شهری از مدت زیادی به این طرف مشغول درس خواندن هستند و تغییر دادن مکتب آنها مبادا در پیش برده درسهایش شکستگی وارد کند، از رفتن به گلبهار معذرت خواسته و علاقه خود را با شرکت نساجی قطع کردم. بازم جواب من برای سردار صاحب قناعت‌دهنده نبود و راجع به آینده فابریکه گلبهار، اهمیت پیشرفت کار در آن و اینکه مکتب خوبی در آنجا هم وجود دارد، یک سلسله صحبت‌های معلوماتی که بیشتر آن به توجه پسر کاکایم میشد انجام داد. بعد از آن غلام حسن جان پسر کاکایم از کارهای خوبی که در وقت صدارت سردار صاحب صورت گرفته بود یادآور شده و از جمله کارهای قریزی جاده‌های شهرها که زودتر به چشم میخورد ستایش نمود. جناب سردار صاحب در اینجا اندکی مکث کرده و بعد جعبه سیگار را که بالای میز گذاشته بود بلند نموده و پسر کاکایم و من تعارف نمود که ما هر دو به علت اینکه عادت سیگرت و سیگار کشی را نداشتیم با عرض تشکر از ایشان معذرت خواستیم. سپس خودش یک دانه سیگار را روشن و به عقب کرسی خود تکیه نموده گفت حسن جان آقا، مملکت ساختن کار یک شخص نیست، کار یک ملت است و آن هم ملت به سویه اسرائیل. ما در افغانستان کمبودهای زیادی داریم که برای اصلاحاتان باید بسیار زحمت بکشیم و مملکت خود را بسازیم. بعد راجع به یک مشت پروگرام های انکشافی که در نظر داشت صحبت های طولانی نموده که در پایان آن پسر کاکایم به فکر این که وقت ملاقات مبادا در از آن کشیده باشد اجازه خواسته بر رسم خداحافظی از آنجا برخاست. سردار محمد داود خان هم ایشان را داروی تیرس منزل خیش مشاهد نموده با ازار خلصندی از این دیدار و فشردن دست با ما جدا نمود. در این ملاقات دو موضوع بیشتر طرف توجه قرار گرفته می توانست. یکی تغییر فاحش در وضع پیش آمد سردار محمد داود خان نسبت به گذشته و دوم راجع به شخص من که به صورت غیر مستقیم چنین وانمود کرد که مرا نسبت به یک ماجرای طولانی تقریبا 8 ساله که از ناحیه پاسپورت گرفتن داشتم به خوبی میشناسد. پیام حسن نیت جناب صدر اعظم نورآمد خان اعتمادی تقریبا 4-5 ماه بعد از دیدار با محمد ظاهرشاه پادشاه افغانستان، پیامی به وسیله همسر کاکایم غلام دیرانی خان جرفی از جانب جناب نورآمد خان اعتمادی که در آن زمان امور صدارت را به عهده داشت برست آوردم که بر اساس آن میبایست من و برادرم زید صدیق ایشان را در منزل شخصی و واقع قرقه در یکی از روزهای هفته از طرف صبح ببینیم. آقای نورآمد خان اعتمادی با یکی از خواهرزاده های همسر کاکایم به نام عالیه جان ازدواج نموده بود و روی این وسط احترام خاصی به خانم کاکایم که یک بانوی بسیار باوقاری بود داشته و همیشه ایشان را چه در زمان ماموریتایش قبل از صدارت و هم در زمان ماموریتای صدارت خود وقت به وقت زیارت می نمود. در خلال یکی از این دید و بازدیدها که درست ندانستم داستان از کجا آغاز گردید و به کجا انجامیده بود، آقای نورآمد خان اعتمادی از همسر کاکایم تمنا کرده بود تا من و زید برادرم یک بار با دیدار ایشان برویم. با اساس همان خواهش من و زید برادرم به روزی که قبلا قرار گذاشته شده بود به منزل آقای نورآمد خان اعتمادی صدر اعظم رفته و با جناب ایشان یک صبحانه مفصل صرف نمودیم.
در این سرپنمودن صبحانه آقای اعتمادی از علاقه و صمیمیتشان به خانواده ما یک سلسله اظهارات دوستانه کرده و علاوه نمود که من از مدتا به این طرف اراده داشتم روزی برای خانواده شما اگر برای ممکن کرده یک کاری را انجام بدم. فکر میکنم حالا وقت آن دست فرا رسیده که این معمول را برآورده سازم. پس شما یک کاری کنید که لیست مایملک خود را که برای دفاتر دولتی نزد دولت باقی مانده است ترتیب و تمام با یک قطع عریضه یونانی و لازد برای من بیاورید. از آن قسمت ملکیت هایتان که دولت برای مردم دیگر بخشیده لطفا صرف نظر کنید، زیرا به دست آوردن آن به نظر من دشوار و حتی ناممکن خواهد بود. در پایان از اوست نیتی که در برابر خانواده ما همیشه داشته و دارد بازم سخن زده گفت: امید قوی دارم یک کار خواهم کرد تا اگر خدا بخواهد یک اندازه از ملکیت هایتان پس به دستتان بیاید. سپس من و زهر از اوست نظر و جمله میربانی های جناب نرامت خان اعتمادی صدر اعظم سپاسگزاری نموده و با فشردن دستان همدیگر با هم وداع نمودیم. معلوماتی که ما توانستیم از دفاتر رسمی دولتی حاصل نماییم عبارت بود از یک دو منزل نشیمن موروثی و زرخرید پدر و عمه من، همچنان کمی زمین زراعتی که به اختیار دولت قرار داشت. وقتی ملیت های موروثی و زرخرید نصف پسرال چرخی پدرکلان ما به اقوام جنوبی و بیشتران به جنرال های اعزازی و شمول مارشال شاولی خان و هم ظاهر شاه که از طرف پادشاه افغانستان به صورت مکافات از اعمال انجام یافته آنها بخشیده شده. خلاصه آنچه که برای دفاتر رسمی به دست آمد لیست آن را ترتیب و چند بعد خدمت آقای نورآمد خان اعتمادی صدر اعظم وقت تقدیم نموده و پس از یک هفته باید خبر بگرفتیم که جناب صدر اعظم چه کاری را برای ما انجام خواهد داد. ولی متاسفانه این بار هم مانند بارهای گذشته همه این آرزوها نقش برابی بود و در درشت مزاجی های خانواده حاکمه یک سرموی هم تغییر و تحول و مشاهده نرسیده. خوشبینی و خوشنیتی جناب صدر اعظم وقت هم با مواجه شدن به عدم اعتنای پادشاه بی تأثیر باقی ماند. برای این که از مطلب دور نرفته باشم میپردازم به ذکر فعالیت های زیرزمینی و گردگمایی های سدی سردار محمد داود خان و اشخاص طرف اعتماد و توطئه چینی و برای برانداختن دولت شاهی که بالاخره در سال 1973 عیسوی برابر به 1352 خورشیدی منجر به یک کودتا گردید. این کودتا با پشتیبانی حزب دموکراتیک خلق افغانستان خلق و پرچند از زمانی صورت گرفت که ظاهر شاه برای معالجه به اروپا سفر کرده بود و در اوایل وهله برخی از اعضای حزب خلق و پرچند با پست‌های مهم دولتی تعیین گردیده و کرسی‌های بزرگی را اشغال کردند. این کودتا که روی هم رفته به شکل یک کودتای سفید انجام یافت و ملت آن را بدون سرصدا پذیرفت دو علت داشت. اول اینکه به گمان اغلب یک گده این مردم فکر میکردن که این دوتا با موافقت شاه و قرار یک ائتلاف قبلی صورت گرفته و چون سردار محمد داود خان یکی از اعضای مهم خانواده و شخص شناخته شده بود این تغییر را به نظر بی‌تفاوت می‌نگریستند. دوم یک گده دیگری که از دوره شاهی و سلطنت و حکومت دیکتاتوری و متحولانی در جریان 40 سال به کلی خسته شده بودند با شنیدن واژه دولت جمهوری که سردار محمد داود خان فردای روز کودتا توسط رادیو افغانستان طی خطابیه به ملت اعلام نمود، با وجودی که به نیکویی می‌دانستند که سردار محمد داود خان بازم یکی از افراد خانواده حکمران بوده و با کارروایی های وی در دوره ماموریت های متعدد وی از قماندانی قوای مرکز گرفته تا مقام صدارت آشنایی کامل داشتند، باز هم امیدوار کرده و آرزوی یک دولت دموکراسی را به دل راه داده بودند.
ولی این در مردم آگاه کشور قربانیهایی را که در راه نهضت مشروط خواهی رفته و به نتیجه نرسیده هیچ وقت فراموش نمی کنند. مردم اخشناس افغانستان همه پیشکسوتان مشروط خواه را مثل دکتر عبدالغنی، مولوی محمد صابر خان واصف، مولوی نجف علی خان، لالمات خان کابلی، مودعب خان پوپلزایی، مولسمان پروانی، جاورشا خان غربندی، سعدالله خان و عبدالقیم خان علی کوزی، فیض محمد خان کاتب وزاره، میرقاسم خان لغمانی، حبیب الله خان تبریزی و دیگر اعضای این جمعیت در زمان سلطنت امیر حبیب الله خان که بعضی از آنها جان شیرین را از دست دادند و برخی به زندان ها افتادند هنوز به خاطر دارند. همچنان مبارز راه آزادی و بزرگمردان همچون میر غلام محمد قبار، دکتر محمودی، سرور جویا، بابا مطبوعات، عبدالعزیز قنداری و امثال هم را در راه تحقق بخشیدن آرزوی دموکراسی و دولت مشروطه در دوره سلطنت محمد ظاهر شاه یک تعداد در پشت پنجره‌های آهنین سلول‌های زندان هلاک گردیدند و تعداد دیگر سال‌های زیادی را به زندان گذشتاندند و چون اجسام بدون روح از زندان برآمده بودند. به یاد می‌آورند روی این محاسبات امیدوار بودند که شاید زمینه برای به میان آمدن یک دولت جمهوری نسبتاً واقعی اگر در زمان با قدرت آمدن سردار محمد خان هم ممکن شده توانست نتوانست در ازمنه بعدی مساعد خواهد کردید. خود را تسلی می دادن و بعضی هم دیگر را تبریکی می گفتن. اولین تلفن تبریکی را که من گرفتم از دوست دانشمند و بسیار محترمم دکتر محمود حبیبی بود که یک امیدواری بزرگ را در این راستا مژده می داد. ولی با گذشت ایام این همه خوشبینی ها از بین رفتن جای خود را به یأس یا بدبینی تبدیل کرد. زیرا سردار محمد داود خان طبق پرنسیپ های دموکراسی عمل ننموده و نگذاشت که از طرف مردم افغانستان انتخاب گردد، بلکه یک لوی جرگه مجلس بزرگ ملی گلابی را که مشتمل از یک گرد محدود افراد انتخابی طرف دولت ولی ظاهراً به نام نمایندگان ملت بود دایر نمود و در برابر آنها به ایس یگانه کاندید و مقام ریاست جمهوری ظاهر گردید. کسی دیگر از ملت ستمدیده افغانستان که 40 سال تمام تحت قیادت مستبد خانواده حکمران با خوف از سربریدن ها و ترس از زندان ها مثل گوسفندان زندگی داشتن جرأت این را که بتوانند در مقابل سردار محمد داود خان در میدان رقابت ایستاده و خود را نامزد مقام ریاست جمهوری نماید وجود نداشت. بنابراین سردار مبسوط 100% و قرار را به دست آورد و از طرف این ده معدود وکلای گماشته شده رئیس جمهور دولت افغانستان انتخاب گردید. و قول معروف سالی که نکوست از بهارش پیداست. و به این ترتیب کدام تغییری در روند دولت جمهوری با سلطنت پادشاهی و مشاهده نرسیده، تنها چیزی که به چشم میخورد شعارهای پرتمطراقی بود علیه دولت شاهی روی پلاکاردهای بزرگ نوشته و با دیوارهای امارات دولتی و مراکز عمومی آویخته شده و از یک افغانستان نوین و مزارع دولت جمهوری و مردم خوشباور کشور اطمینان میداد. مگر همه این عبارات حاوی کلمات میانتهایی فریب دهنده و تبلیغاتی غیر واقعی بوده و در خلال سالهای بعدی زمامداری سردار محمد داود خان رئیس دولت جمهوری نامنهاد بر ملت افغانستان آشکار گردید که در عمل هیچ گونه تحول بین رژیم 40 ساله ظاهر شاه و دولت جمهوری اعلام شده سردار محمد داود خان به میان نیامده و امور کشور کمافی سابق و طابق النعل بالنعل جریان دارد. مردم که این همه اعمال منافی پرنسیپ های رژیم دموکراسی و جمهوریت را از طرف دولت سردار محمد داود خان مشاهده می کردن بیشتر به این عقیده می آمدن که این کودتا روی یک ائتلاف قبلی بین ظاهر شاه و سردار محمد داود خان صورت گرفته و
به خانواده حکمران نیرنگ دیگری را درباره کشور و ملت افغانستان به کار برده است. به هر حال در این راستا قصه ها و گفتنی های زیادی بین مردم افغانستان وجود داشت که تا امروز لایحل مانده و سبب تبصره های گوناگون و نظریات مختلف شخصیت های عمیق و آگاه افغانستان گردیده است. اگر در هر صورت دولت اتحاد شوروی که سالهای دور و دراز خیال را پیدا کردن به آقای گنگ را از طریق افغانستان در سر داشت و این آرزو را زمان فتر کبیر و این طرف در دل از زمان فتر کبیر و این طرف در دل می پرورانید و مقدمات این کار را در زمان پادشاهی محمد ظاهر شاه و به خصوص در وقت حکومت سردار محمد داود خان معیش صدر ازن و رئیس الوزراء پیریزی و اساس گذاری نموده بود، با گرفتن پروژه های مهم در افغانستان از قبیل امتیاز استخراج نفت شبرغان در سمت شمال و کشیدن شاهراه سالنگ و فرستادن متخصصین و کارشناسان در امور مختلف حکومت افغانستان و آبادشتن اعضای نظامی و ملکی طرفدار سیاست شوروی در افغانستان، از این کودتای سردار محمد داود خان با همکاری و پشتیبانی حزب خلق پرچم به هر عنوانی که بود استفاده عظمی نموده و با دست آوردن کرسی های دولتی و سهمگیری در کابینه سردار محمد داود خان از طرف این حزب موقعیت خود را در راه عملی ساختن پلانهای خیش بیشتر احساس می نمود. از طرف دیگر دولت اتحاد شوروی به خوبی می دانست برانداختن رژیم پادشاهی ظاهر شاه در افغانستان که در جریان 40 سال متمادی در افغانستان به هر گوشه و کنار مملکت ریشه عمیق دوانیده و ملت آنقدر سرکوب گردیده است که توان قیام را علیه دولت دیکتاتوری به هر صورت پیدا کرده نمی تواند. کار دشواری بود. خوشحال بود که در اول مرحله اجرای این عمل توسط یکی از اعضای خانواده صورت بگیرد. مسلماً اعضای حزب خلق و پرچم با نزدیک شدن به سردار محمد داود خان و او را برای مفکوره نزدیکی به شوروی ترغیب و تشویق می نمودند. بنابراین دولت اتحاد شوروی در مداخله مستقیم در امور دولت افغانستان رول مهمی داشت. چنین بود که برای دولت اتحاد شوروی بیشتر از پیشتر زمینه مساعد گردید که مترصد اوضاع سیاسی افغانستان گردیده و کارهای دولت سردار محمد داود خان را تحت کنترل و دیدبانی مداوم قرار بدهد. سردار محمد داود خان در سالهای بعدی قیادتش معلوم می شد و اشتباهات خود ملتفت گردیده و یا با مشاهده مداخلات اتحاد شوروی در امور مملکت به صورت مستقیم و غیر مستقیم فکر میکرد افغانستان دارد آهسته آهسته جزء اقمار شوروی میگردد. بنابراین سردار مبسوط بالاخره از غرور خاصه خود کار گرفته به این تصمیم رسید که خود را وزیر یوغ و فرماندهی کشور روسیه کشیده و از نفوذ بیشتر اتحاد شوروی در افغانستان جلوگیری نماید. روی این اصل اولتر از همه دست بعضی از اعضای حزب پرچم را از امور دولت از کار گرفته و آنها را به حیث سفرهای افغانستان به خارج کشور فرستاده و در عوض آنها اشخاص دلخواه و طرف اعتماد خویش را به کارهای مهم دولتی تعیین نمود. بعدا در یک مسافرتی که به مسکو داشت با لیو بریژنف رئیس دولت کمونیستی اتحاد شوروی ضمن مذاکره و مفاهمه برخورد جدی رویارویی نمود، مجلس را بر رسم اعتراض ترک و چنین وانمود کرد که افغانستان جزء اخمار اتحاد شوروی شده نمیتواند. ولی افسوس که این تصمیم گیری ها و این واکنش های دولت افغانستان خیلی دیر بود و به اصطلاح کار از کار گذشته بود. این حرکات و عکس العمل های دولت سردار محمد داود خان در برابر هیئت
آیت صد دولت اتحاد شوروی که با برانداختن نظام شاهی توسط یکی از اعضای مهم خانواده سلطنتی یعنی سردار محمد داود خان یک گام بزرگ در راه پیشبرد مرام و مقاصد ایشان در افغانستان به شمار می رفت، تبعیض طبقاتی، اقتلافی ها، فقر و مسکنت، فساد اداری، نقض حقوق بشر، رشوه و امثال هم که در مملکت وجود داشت یک سلسله خلاهایی را به میان می آورد که دولت اتحاد شوروی از آن بهره برداری کند و حزب خلق و پرچم بیشتر از پیشتر بر ضد دولت فعالیت نماید. در اپریل سال 1978 عیسوی برابر به ماه ثور 1357 خورشیدی معیار این فعالیت های صدی و علنی حزب خلق و پرچم به اوج خود رسیده و عکس العمل دولت در مقابل نیز جدی گردید، تا اینکه یکی از اعضای خیلی مهم حزب پرچم به نام میراکبر خیبر به صورت بسیار منموزی در حالی که نام برده جانب منزل خود در مکرویان نشهر کابل در تاریکی شب روان بود به قتل رسید. این عمل سبب دستاویز و براشفتگی زیاد حزب خلق و پرچم گردیده و در وقت دفن جنازه میراکبر خیبر که از طرف جمع غفیری از پیروان او و جوانان شهر کابل حتی پسران و دختران مکاتب با بیرقهای سرخ‌رنگ در دست هر یک از آنها بدرقه می‌گردید. اعضای برجسته حزب خلق و پرچم گفتارهای بسیار تندی نمودند و شعارهای انقلابی می‌دادند. قوای امنیتی و استخبارات دولت متوجه این حرکات گردیده و تمام جریانات را از جایی که جنازه میراکبر خیبر برداشته و تا محلی که به خاک سپرده میشد تحت مراقبت و کنترل شدید گرفته بود و برای سردار محمد داود خان این حرکت قابل تحمل نبود و در نتیجه اکثر از اعضای مهم حزب خلق و پرچم که هیئت رهبری نامیده میشد به شمول ترکی و ببرک کالمر متأسفانه تا جایی که امکان داشت گرفتار، زندانی و هر یک به صورت جداگانه تجرید و کتک قفلی گردید. در یکی دو روز بعد سردار محمد داود خان به صورت عاجل مجلس وزرا را دایر کرد تا درباره آنها تصمیم بگیرند، اما کودتای حفیظالله امین پیشدستی کرد فعالیت حزب خلق و پرچم همه و دولت اتحاد شوروی در ارتش پلیس کشور افغانستان سوی اداره قوای امنیتی و اردو سبب شد که کودتا زودتر موفق شد. در سالهای قدیم از زمان سلطنت آلازد ملا خان به این طرف صاحب منصبان اردوی افغانستان برای ادامه تحصیل به مملکت ترکیه و معسلین پلیس ما به مملکت آلمان و بعضاً به انگلستان به منظور تحصیلات بیشتر فرستاده میشدند. ولی در سال 1957 عیسوی برابر به 1336 هجری شمسی بعد از اینکه سردار محمد داود خان از دولت امریکا دیگر کمک گرفته نمیتوانست و با این گفتار که امریکا کشور افغانستان را در استراتژی دفاعی خود ندارد و سردار محمد داود خان این جمله را از زبان آقای نیکسن معاون ریاست جمهوری امریکا حین ملاقات او در ایالات متحده امریکا شنیده بود کاملا مایوس گردیده و دروازه دوستی بیشتر مددخواهی را بر روی کشور روسیه باز نمود. دولت روسیه هم از فرصت استفاده نموده در سال 1957 زمانی که خروشچف و بلگانین رئیس و منشی حزب افغانستان آمدن مبلغ 100 میلیون دلار به افغانستان کمک نموده و هر گونه همکاری را در ساعات مختلف کار وعده دادن. بنابراین سردار محمد داود خان در ضمن سپردن سایر پروژه های عمرانی و غیره به اتحاد شوروی حتمش فرستادن صاحب منصبان اردو و پلیس را هم تغییر داده، طوری که تذکر داده شد در عوض ممالک ترکیه، جرمنی و انگلستان بیشترین مؤثرین
اردو را جهت تحصیلات عالی حالی تر به اتحاد شوروی فرستاد که بسیاری از این صاحب منصبان در زمان دوره تحصیلشان در خاک شوروی شستشوی مغزی شده بودند. این عمل را میتوان اگر اشتباه بزرگ سردار محمد داود خان به حساب گرفت، زیرا وقتی که این صاحب منصبان به افغانستان برگشتند علالعموم ایدئولوژی بیگانه پیدا کرده بودند که این ایدئولوژی آنها را کورکورانه مجبور می ساخت از اساطیر اتحاد شوروی اطاعت و از استراتژی که در قضیه افغانستان داشت پیروی نماید. روی این دلایل باختی از اعضای حزب خلق و پرچم که هنوز گرفتار نگردیده بودند مثل حفیظ الله امین و قادر خان فرایی که خود صاحب منصب قوای هوایی بود یک کودتای نظامی را به پشتیبانی ارتش و پلیس افغانستان برای انداختن که این کودتا با قوای هوایی و پیاده منجر به قتل سردار محمد داود خان، سردار مدعیم خان و یک عده از خانما پسران جوان و خردسالان خانواده گردیده، حکومت سردار محمد داود خان سقوط و قدرت به دست حزب خلق و پرچم افتاد. قراری که بعدا شنیده شد تعداد این کشتگان با تأسف به 18 نفر می رسید که در بین آنها دختران و پسران جوان، خانما و خردسالان معصوم هم وجود داشت و به هدایت شخص سردار محمد داود خان در محلی که نام برده سنگر گرفته بود می باز جمع بیشتن. اسم به مسما دیگر چی و نمایی؟ در چشمسار تحقیق آبی که نیست ماییم. تا چند دانه ما آزد بسخت جانی در یک دوچرخ گردون بیرون آسیایی. قیادت حزب خلق و پرچم. طوری که تا اینجا گفته آمد در سال 1357 خورشیدی برابر با 1978 عیسوی کودتای خونین از طرف حزب خلق و پرچم به دستیاری غیر مستقیم دولت اتحاد شوروی که بلاثر بر علاوه سردار محمد داود خان و یک تعداد از خانواده موصوف یک جمعیت زیاد دیگری از افراد گارد ریاست جمهوری و صاحب منصبانی که با طرفداری سردار محمد داود خان از خود مقاومت نشاندند به قتل رسیدند و این حزب زمام قدرت را در افغانستان به دست آورد. علاوه‌تن یک تعداد زیاد اشخاص عالی رتبه طرفداران ظاهرشاه و سردار محمد داود خان از هر گوشه و کنار شهر و ولایات دستگیر، بعضی از آنها مخفیانه اعدام و برخی زندانی گردیدند. همچنان خانواده های مجددی که در افغانستان همیشه از ارادت مریدان و احترام دوستان و علاقمندان برخوردار بودند و از ادوار خیلی دور گذشته به این طرف در افغانستان زندگی آبرومندی داشتند، در یکی از شبها به صورت مرموز مفقود گردیدند و قراری که بعدا شهریان کابل اطلاع حاصل نمودند، همه مردان خانواده از پیر تا جوان به شمول شیرپادشاه جان، پسر حضرت المشایخ و پسران حضرت شمس المشایخ مشهور به حضرت شوربازار به شهادت رسیده، خانما و دختران خانواده مجددی به زندان انداخته شدند. تعداد خانما، دختران، خردسالان به 25 نفر و تعداد مردان و پسران جوان که مفقود گردیدند به 57 نفر و تعداد مردانی که مجددی نبودند ولی از اقارب خانواده مجددی به حساب می رفتند به 27 نفر می رسید. مثل این قتل عام که در شهر کابل رفت، در ولایت افغانستان هم همزمان با این حادثه با مردان پیر و جوان مجددی صورت گرفت. یک تعداد محدودی از این خانواده محترم قبلا در خارج مملکت بودند و یک تعداد دیگر توانستند بر وسیله که امکان فرار برایشان میسر گردید از این کشتار عمومی نجات یافته و به ممالک خارج آوره گردند. خانوما و دختران خانواده مجددی بعداً در اثر مداخله مؤسسه حقوق بشر از حبس رها، ولی از مردان نسبتاً سال خورده و پسران جوان
اثری که دلالت به زندگی آنها کرده بتواند به دست نیامد. اعضای باقی مانده خانواده چی وقت مهاجرت چی در زمانی که دوباره به وطن مراجعه نمودند و به خصوص جناب پروفسور صبغت الله خان که بعد از سقوط دولت خلق و پرچم به حیث رئیس جمهور دولت اسلامی تعیین گردید، در زمینه پیدا کردن آنها به هر جایی که اشتباه می رفت جستجوی زیاد نموده و بیشتر در قسمت سایبری خاک اتحاد شوروی که اشتباه مزیدتر می رفت تلاشای پیامی از جانب ایشان صورت گرفت ولی به نتیجه نرسید. دولت دموکراتیک خلق و رهبری آقای نورمحمد ترکی که ارگان آن از اقشار مختلف مملکت تشکیل یافته بود، یعنی مثل دولت ظاهرشاه که بیشتر از یک قوم محمدزایی اکثر کرسی های دولتی را اشغال نموده بودند، این گونه انتصابات و مقرری ها در آن به مشاهده نمی رسید. یک گده از مردم افغانستان را به این اندیشه مصروف ساخته بود که شاید این حکومت پایه مردمی داشته و برای مردم افغانستان با شعارها و وعده های تهیه لباس، غذا و منزل که برای جامعه خوشباور افغانستان می دادن مستر کارهای بهتر و اسباب یک زندگی بدون تبعیض و دارای عدالت اجتماعی و مساوات حقوق کردند. گذشته از عده عوام الناس یک طبقه از دانشمندان و روشنفکران که با این نظم قبلا منصوب نبودند، همچنان بعضی از نویسندگان و قلمبردستان نخبه کشور به این باور بودند که ایدئولوژی حزب خلق و پرچم برای افغانستان بهتر از سیستم‌های دولتداری گذشته بوده و در زندگی خشت فقیر، بی‌بضاعت و ناتوان که اکثریت ملت را تشکیل می‌داد با بکار بردن واژه‌های رنجبر و کارگر و شعار دادن‌های تحریک‌آمیز تحول متنابی‌های به عمل خواهد آمد. حالان که یک طبقه دیگر به نیکویی درک کرده می توانست که این ایدئولوژی خلق و پرچم از یک کشور دیگری آمده و دارد در کشور افغانستان تطبیق می گردد. این تئوری نادرست بوده و به علل زیادی در افغانستان عملی شده نمی توانست. زیرا آوردن و پیاده کردن ایدئولوژی دولت یک کشور در مملکت دیگر اولتر از همه ایجاب می کند کتله و یک جمعیت محدودی که می خواهد به این عمل اقدام نماید باید در مملکت خود به خوبی وارد بوده نبض مردم خود را به خوبی بداند، از عرف، آداب، مذهب، فرهنگ و زندگی قبیلوی، معاشرت شهری و دیهاتی، پابندی و موازین اخلاقی و سنتی و غیره ایان آگاهی کامل داشته باشد. همچنان در این راستا مطالعه عمیق و معلومات دقیق در رژیم دولت فرهنگ مردم ایدئولوژی تطبیق شده و کنش‌های موافق و مخالف توده کشور دیگر و امکانات تطابق آن در کشور خود داشته باشد. با تأسف باید گفت که حزب خلق و پرچم فاقد این آگاهی بوده که با اقدام به این عمل هم خود و هم دولت اتحاد شوروی را در جنجال ها قرار داد و پیامدهای بعدی این کودتا را بدین گونه نسنجیده بودند. در اینجا باید به عرض برسانم که جریانات این حوادث را تاریخ نویسان فریخته ما به صورت مشروع و مفصل نوشتند که تکرار بیشتر آن در این رساله ایجاب نمی نماید. لحاظا می پردازم به شرح مختصر باقی موضوعاتی که جز خاطرات من شده می تواند. انگیزه دیدار با ببرک کارمل و نور محمد ترکی. بعد از کودتای اپریل در سال 1978 عیسوی برابر با ماه ثور 1357 هجری خورشیدی که از طرف حزب خلق و پرچم صورت گرفت و زمام قدرت به دست کودتاچیان افتاد، نور محمد ترکی به حیث رهبر در رأس دولت عکس مقام کرد. واقعیت یک از اعضای حزب به پست‌های مهم دولتی تعیین و ایراز موقعیت نمودند. از جمله ببرک کارمل مقام دوم دولت را اشغال و به حیث معاون صدارت و منشی حزب تعیین گردید. در روزهای اول کودتا بعد از گیر گرفت مامورین عالی رتبه
دولت سابقه و به زندان انداختن آنها وزارت دفاع شبانه به جمع‌آوری خانوادهایی که مربوط به خانواده شاهی و اشخاصی که وفادار به خانواده شاهی بودند آغاز نموده و هر شب بعد از این قیود شبگردی شروع می شد خانواده را به زندان بلوچرخی نقل می داد. در بین این خانواده خانمای معمر، دختران جوان و کوچک، پسران جوان و خردسال هم وجود داشتند که زیر عنوان حفظ و تامین امنیت زندانی می شدند. علاوتاً هر یک از ساکنین شهر کابل که به نظر دولت مشبوه و مشکوک می بود و یا طرف اقتدار شخصی قرار می گرفت گرفتار و محبوس می گردید. ترس و دهشت فضای شهر را مقدر ساخته و هر یک از افراد روشناس فهمیده نمی تواند که فردا سرنوشت او به چی منجر و به کجا می انجامد. یک روز صبح زود برادرم زید صدیق به حالت اشتاب زده نزد من آمد. معلوم می شد اعصاب او خیلی تکان خورده بود. بدون تمهید از من پرسید که تو کسی را از نزدیک می شناسی که به دولت منصوب باشد؟ پرسیدم چه خبر است؟ خیریت باشد؟ قضیه چیست؟ بعد از آن برادرم زیجان به صحبت آغاز نموده گفت دیشب پاسداران شبانه وزارت دفاع بدون این که تشخیص درست نمایند محبوب جان را هم با شوهرش عبدالرفیق بردند و محبوس نمودند. محبوب جان دختر آقای دکتر عبدالستار سراج، خواهر آلیا جان، خانم برادرم زیجان و عبدالرفیق پسر سردار عتیق الله خان با جای زایشا بود. لحاظا مادر او جمیله جان ترزی و آلیا جان دیشب تمام شب را با افغان و گریه صبح نمودن و با همش شب خیلی بدی را گذشتاندیم. آقای دکتر عبدالستار سراج در آن فرصت در کابل نبوده به ایران تشریف داشت. وقتی من از قضیه کاملا آگاه گردیدم برای برادرم زیجان صدیق گفتم من کسی را که بیشتر میشناسم ببرک کارمل است و خانه او هم نزدیک خانه ما در دیبوری میباشد. بهتر از قبل از این که مشتران لی از خانه جانب وظیفه روان گردد او را در منزلش اگر امکان داشته باشد ملاقات نموده و موضوع را برایش برسانیم. شاید چاره ای کرده بتواند. ببرک کارمل در روزهای اول کرتا هنوز به خانه شخصی خود واقع در دیبوری بود و باش داشت و به تعمیر ارگ و یا یکی از امارات های دولتی نقل مکان نکرده بود. من و برادرم زیجان با عجله تمام جانب منزل ببرک کارمل روان شدیم. وقتی به آنجا رسیدیم دیدیم بیرون دروازه حویلی و یک تعداد محسن سپیدان با رایزی که در دست داشتن انتظار برآمدن ببرک کارمل را میکشیدن و از این وضع معلوم میشد که ببرک کارمل هنوز در منزل است و به دفتر رسمی نرفته است. ما دو نفر هم در صف آنها قرار گرفته و در این حال من یک کارت ویزیت شخصی خود را به سربازی که با کلاشنیکوف خود جلوی دروازه منزل ببرک کارمل ایستاده بود سپردم تا برای آقای کارمل برسند. چند لحظه بعد آقای کارمل ظاهر کردید و در حالی که کارت مرا در دست داشت اولتر جانب من و برادرم روان شد و بعد از مفاهمه و احوال پرسی و معرفی برادرم زیجان که ببرک کارمل او را قبلا ندیده بود تا خواستم موضوع زندان شدن محبوب جان را برایش عرض کنم نابرده سخن مرا قد نبوده به فکر این که من راجع به خانه های خانواده ما که در زمان نادرشاه ضبط شده بود گفتنی و مطالبی دارم. برادرم گفت خالد جان به من چند روز فرصت بدید من همه کارها را تنظیم میکنم. مقابلتا من با اندک فرصتی که دست داد برایش گفتم کرمل صاحب یک موضوع بسیار حاد است که باید برای تان توضیح بدهم. عرایز و تقاضای دیگری ندارم. وقت خواهی کارمند کلمه حاد را از من شنید گفت پس شما لطفاً به موتر من بنشینید فیلان اجازه بدید تا به دیگر برادرانی که اینجا آمدن وارسی نمایند. من و شما در بین راهی که جانب صدارت می روم با هم صحبت می کنیم. بعد به یک صاحب منصبی که در عقلی به وجود داشت معلوم می شد بادیگارد وی بود روگشتانده هدایت داد که با ما یک جا به موتر بنشیند. من و برادرم زیجان با بادیگارد ببرک کارمل در عقب یک موتر جیب در روسی نشستیم و منتظر ماندیم. آقای کارمل با هر یک از مراجعین و مسافر و بغلکشی می نمود و عرایزشان را از دستشان گرفته
و با یک نفر از کارمندان صدارت که او را همراهی میکرد در زمینه هدایت میداد. این تعامل بسیار طول نکشید و آقای کارمل به علت این که همان روز مجلس وزرا دایر میگردید عجله داشت و با همه خداحافظی نموده و داخل موتر نشست و راننده موتر هدایت داد تا به صوب صدارت حرکت نماید. به داخل موتر که همه با هم روان بودیم بازم برای ما فرصت نداد تا عرض مطلب نماییم. بلادرنگ شروع نمود از گرفتاری و زندانی شدن خود و همکارانش از طرف دولت سردار محمد داور خان که یکی دو هفته قبل صورت گرفته بود و اینکه امر اعدامشان هم صادر شده بود برای ما حکایت نماید. این داستان و اینکه حزب خلق و پرچم چگونه کودتا را بر راه انداخته و بالاخره موفق گردید آنقدر طولانی بود که مسافت را بین منزل ببرک کالمل و صدارت پایان یافت و ما به قصر صدارت رسیدیم. در آنجا وقتی هم از موتر پیاده شدیم چشم آقای کارمل و موتر آقای حفیظ‌الله امین که سمت وزارت خارجه را داشت افتید و دید که جلو امارت صدارت از موتر پایان می شد تا به مجلس وزرا اشتراک نماید. براننده موتر خود هدایت داد با آقای امین بگوید مجلس را دایر سازند، من چند دقیقه بهتر بیایم. بعد از آن به من و برادرم روگشان را پرسید حالا بگوید چه مطلب دارید. من حادثه را به اصطلاح از الف تا یا برایش تفصیل و ضمناً از بی‌حسابی و عدم سنجش وزارت دفاع که هر شب خانواده را هم از مرد و زن بزرگ سالان و خردسالان جمع نموده و به زندان پلچرخی سوق می‌دهد و نیز حرکت سبب خوف و دهشت همشهریان گردیده و مردم احساس امنیت ندارند یک معرفی یک سلسله توضیحات دادم. همچنین برادرم زیدجان راجع به چگونگی قضیه و معرفی خانواده سراج معلومات بیشتر داد. این همه صحبت ها در حالی که آقای کارمل بابا روی یکی از خیابانهای کوچک حیات امارت صدارت را می رفت و به گفته مردم می ما قدم می زد صورت گرفت. سپس آقای کارمل بعد از شنیدن دقیق گفتار ما اظهار نمود که کارها ای وزارت دفاع مربوط به رهبر صاحب آقای ترکی می باشد و من کارهای دیگری دارم، بهتر است من شما را با خود ببرم و رهبر صاحب معرفی نمایم، پس بیایید با هم نزد آقای ترکی برایم. بعد براننده موتر خود هدایت داد جانب قصر نمبر یک یا دو درست به یادم نیست مقر رهبر حرکت نماید. وقت موتر ما جلوی دروازه امارات قصر نمبر یک توقف کرد آقای کارمل از موتر پایین شد و من برادرم زیجان گفت شما چند لحظه بینیشید، من اولتر می باید تنها رهبر صاحب را ببینم، بعدا شما را می خوان. آقای کارمل درون قصر رفته و ما تقریبا 15-20 دقیقه به داخل موتر جیپ روسی و با راننده موتر منتظر ماندیم. دیدیم آقای کارمل با یک نفر صاحب منصب کلاشنیکوف دار ظاهر گردید و ما گفت من قضیه را مفصلا برای رهبر صاحب تفصیل دادم، آقای ترکی میخواد شخصا شما را ملاقات نماید. حالا آقای ترون وظیفه دارد شما را نزد رهبر صاحب ببرد. آقای ترون همان صاحب منصبی بود که با کارمل یک جا آمده بود، سپس رو به جانب آقای ترون نمود برای شدادت تا ما را نزد رهبر آقای ترکی راهنمایی کند. آقای ترون ما را به یک اتاق بزرگی برد که معلوم میشد اتاق پذیرایی جناب رهبر صاحب بود، ولی غیر از ما دو نفر و آقای ترون که ما را همراهی میکرد کسی دیگر در آن اتاق وجود نداشت. چند دقیقه بیشتر طول نکشید که آقای ترکی از منزل بالا پایین آمده و داخل اتاق گردید و با ما یک مسافه و بغلکشی گرمی را انجام داده تعارف به نشستن نمود. بعد از آن بدون تمهید به ستایش و نیکو گفتن از خانواده ما آغاز نموده علاوه نمود که چرخی صاحبان نور چشم ما می باشند و خدمات صادقانه و فداکاری های آنها هیچ وقت فراموش مردم افغانستان نگردیده و در دل همه جا دارند. از این کلمات توصیف آمیز که دقایق زیاد تمام کرد از زبان رهبر صاحب در باره نیاکان خود بسیار شنیدیم.
در این فرصت پیش خدمت معذف با یک پتنوس چای و شیرینی داخل اتاق گردیده جلوی هر یک پیاله های چای و شیرینی را گذاشت و آقای رهبر ما را به نوشیدن چای دعوت کرد و ضمناً سوال نمود که شما یک برادر دیگر هم داشتید. همین لحظه اسم او فراموشم شده ولی قیافه او به یادم هست. آدم سفید چهره و میانه قد بود. قبلا فعلا او در کجاست و چی میکنه؟ من آقای نور محمد ترکی را قبلا ندیده بودم و با ایشان هیچ گونه معرفت نداشتم، مگر از صحبت ایشان دریافتم که مطلوب برادرم غلام دستگیر می باشد. پرسیدم مطلبتان از برادرم غلام دستگیر است؟ گفت آره، دستگیر جان را می گویم زیرا من او را می شناختم. گفتم برادرم غلام دستگیر تقریبا یک سال قبل در اثر یک اکسیدنت به رحمت خداوند پیوسته و از پیش ما رفته است. بعد آقای ترکی با تأسف و تأثر از حادثه اظهار بی اطلاعی نموده و فقدان برادرم غلام دستگیر را برای ما تسلیت داده و متعاقبا گفت اگرچه کارمل صاحب جریان گفتنی شما را برای من بیان کرد، مگر من میخوام از زبان خود شما هم بشنوم که موضوع از چه قرار است. سپس من به صورت مفصل از گرفتاری های خانواده ها که از طرف وزارت دفاع شبانه صورت میگیرد و در این خانواده های گذشته از مردا و پسران جوان، خانم های معمر و دوشیزگان جوان و اطفال صغیر هم وجود دارند و این اعمال سبب کاهش اعتبار و اعتماد مردم نسبت به دولت میگردد، یک سلسله معلومات داده و ضمناً از حادثه ای که شب گذشته رفته و محبوب جان دختر آقای دکتر عبدالستار استراج که خیاشنه برادرم زید جان می باشد به زندان پلچرخی بردن تذکر دادن. بعد از شنیدن این گفتارا آقای ترکی رو به جانب آقای ترون نموده به زبان پشتو پرسید ترون تو این آقایان را می شناسی؟ ترون در جواب گفت نه صاحب، همین اکنون مشرف شدم. سپس نماید ترکی با آقای ترون ادایت داده فرمود همراه این دو آقا می روی و هرچه خواستن انجام می دی. آقای ترون حسب اطاعت از امر رئیس دولت آقای نور محمد ترکی چشم گفته و ما دو نفر هم از این لطف آقای ترکی که امر قطعی صادر نمود اظهار سپاس نموده با او خداحافظی نمودیم. وقتی از دروازه امارت قصر دنبریه خارج میشدیم آقای تارون تعارف کرد تا با موتر او نشسته و با مشاهد او را سپار منزل گردیم. در بین را آقای تارون شروع به صحبت نموده از جریان کودتا یک اندازه گپ زد و از اینکه این موتر سیاه لیموزین مرسدس قبلا موتر سواری قدیر نورستانی وزیر داخله دولت سردار محمد داود خان بود که محمد داود خان و بعضی افراد خانوادهش در جریان کودتا کشته شده و او شدیداً زخمی گردیده و بعدا در بیمارستان جان داد. ضمناً از من سوال نمود که شما از جمله هیئت رهبری غیر از کارمل صاحب دیگر با کدام یک آشنا هستید. من در جواب گفتم که غیر از کارمل صاحب من با آقای سلیمان لایق، آقای تعظیم و آقای کشمن صاحب هم آشنایی دارم ولی دیگران را از نزدیک نمی‌شناسم. برازان آقای ترون پرسید بفرمایید شما را کجا برسانم؟ در این اثنا برادرم زید گفت اگر لطف بفرمایید ما را به خانه من که در ناحیه وزیر اکبرخان می باشد و نزدیکتر است برسانید ممنون می شم. در همین فرصتی که من و زید جان برادرم به داخل موتر رسمی دولتی با آقای ترون همراه جانب منزل زید جان روان بودیم، بعضی از دوستان و آشنایان متوجه این صحنه گردیده و به علت این که شهر کابل در آن زمان نفوس زیاد نداشته و قرار آمار رسمی که اخیراً صورت گرفته بود شهریان کابل کمتر از 1 میلیون از سرجم نفوس مملکت را تشکیل میداد و یک هم دیگر را می شناخت. ما دو نفر هم شناخته شدیم که با موتر رسمی دولتی همراه با آقای ترون نزدیک در منزل زیجان پیاده شدیم. موصوف دائما در محفل های شناسایی اقوام افغانستان و صحبت های آقای رهبر نور محمد ترکی حضور می داشت. قراره که بعدها شنیدم این آشنایان در باره ما تبصره های گوناگونی نموده بودن که شهر آن را بعدا خواهم نوشت. بعد از فرود آمدن از موتر آقای ترون ایشان هم با ما به منزل زید جان داخل شد و پرسید اگر تلفن داشته باشد لطف کنید تا من امر
رهبر صاحب را به قماندان موظف زندان پلچرخی ابلاغ نمایم. بعد از آن که هویت تمام محبوب جان را از برادرم زیجان برست آورد، گوشی تلفن را برداشته و شماره زندان پلچرخی را دایل و قماندان زندان مذکور را نام گرفته ایزار نموده و ادعای داد که خانم به نام محبوب بنت دکتر ربستار سراج نزد شما محبوس می باشد. قرار امر رهبر صاحب او را رها نموده، برایش بگوید که آمادگی بگیرد، من با دو برادر دیگر می آییم و او را نقل می دیم. و وقتی این کار را انجام دادی به من تلفنی خبر بده. در ضمن شماره تلفن منزل زیجان را برای قماندان موظف پلچرخی نیز مخابره نبود. چند دقیقه بعد زنگ تلفن به صدا در آمد و قماندان زندان پلچرخی از اجرای امر آقای ترون اطمینان داده و آقای ترون گوشی تلفن را سر جایش گذاشته گفت قماندان زندان پلچرخی میگوید امر شما تعمیل شد، ولی خانم محبوب ابا ورزیده اظهار میدارد که من بدون شوهرم از زندان نمیبرم. اگر شوهرم را که عبدالله رفیق نام دارد همراه میسازید خوب، در غیر آن من هم تا زمانی که او محبوس است در زندان میمانم. در اینجا من از آقای ترون خواهش نمودم و گفتم چه فرق میکند، شوهر و عبدالله رفیق هم جوان بیگناست، لطفا همه فرمایید که او را هم از زندان رها سازند. ولی آقای ترون خواهش مرا نپذیرفت. گفت حالا من باید موضوع را به اطلاع رهبر صاحب برسانم و در زمینه هدایت بگیرم. با خط به این جملات دوباره گوشی تلفن را برداشته به دفتر خصوصی رهبر صاحب آقای ترکی با رئیس دفتر صحبت نموده و قضیه را به صورت مفصل برای او روشن ساخت و طالب هدایت کردی. این مدت انتظار تقریبا نیم ساعت یا 40 دقیقه طول کشید و در حالی که آقای ترون به صورت فاتحانه از جریان کودتا و یا به گفته او گزارش انقلاب و موفقیت آن صحبت می نمود، تلفن رئیس دفتر رهبر صاحب رسید و از اینکه گفتار آقای ترون را به حضور رهبر صاحب عرض نموده و جناب رهبر صاحب منظور فرمودند تا عبدالله رفیق هم از زندان رها گردد، برای آقای ترون اطمینان داد. بعد از آن آقای ترون بار دیگر تلفن را برداشته برای قماندان زندان پلچرخی ادعای داده گفت حسب امر جناب رهبر صاحب عبدالله رفیق را هم رها سازید و برایش بگوید که لباسهای خود را جمع نماید، ما میاییم و این دو نفر یعنی عبدالله رفیق و خانمش محبوب را از آنجا نقل میدید، لطفا از جریانات از اجراءات خود اطمینان بدید. چند دقیقه بعد باز تلفن قماندان زندان آمد و برای آقای ترون از جای امر ثانیشان اطمینان داده، ولی علاوه نموده که عبدالله رفیق میگوید که من یک مادر معمر و یک پسر خردسال دارم و آنها در قسمت زرانه زندان پلچرخی زندانی هستند. من بدون مادر و پسرم نمیخواهم از زندان برایم. حالا هرچه امر فرمایید اطاعت میشد. آقای ترون بعد از اینکه این گفتار قماندان زندان پلچرخی را برای ما حکایت کرد گفت اکنون باید بازم از رهبر صاحب هدایت بگیرم. لحاظا مرتبه سوم به دفتر رهبر صاحب تلفن نمود، موضوع مادر عبدالله جان رفیق و پسرش را برای رئیس دفتر آقای نور محمد ترکی رئیس دولت عرض و خواهش نمود که هدایت رهبر صاحب را گرفته تلفنی به من اطمینان بده. این مرتبه تلفن رئیس دفتر رهبر صاحب مانند تلفن یک ساعت پیش تر او به زودی نیامده و پیشتر و بیشتر طول کشید. لذا آقای ترون بار دیگر به ریاست دفتر مذکور تلفن کشیده و رئیس دفتر طالب معلومات گردید. قرار اظهارات آقای ترون از زبان رئیس دفتر رهبر صاحب نام برده و رهبر صاحب رسیده نمیتواند. ایشان مصروف کارهای دیگر است، باید انتظار کرد. این زمان انتظار تقریبا یک ساعت دوام کرد، ولی از رئیس دفتر رهبر صاحب خبری نشد. روز هم آهسته آهسته داشت به پایان میرسد و دفاتر دولتی مسدود گردد. لذا آقای ترون بار دیگر به دفتر ریاست رهبر صاحب تلفن نمود، ولی معلومات درستی به دست آورده نتونست و رسیدن به رهبر صاحب ممکن و میسر نگردید. در این اسنا من به فکر این که موضوع ما بودا به فردا موکول گردد و فردا نیز مفهوم است و معلوم شده نمیداند که چی رویدادهای دیگر پیش خواهد آمد و
و اجرای این امر به تعویق بیفتد برای آقای ترون گفتم جناب ترون صاحب، حالا که رسیدن به جناب رهبر صاحب میسر شده نمیتاند و جناب رهبر صاحب لطف فرموده و به عرایض ما گوش داده، امر رای محبوب جان و شوهرش عبدالله جان رفیق را عنایت فرمودن و من یقین دارم که موضع مادر پسر خردسال عبدالله جان رفیق هم اگر به خدمت ایشان باز رسانیده شود امر رایی آنها را منظور می فهمد. پس چی می شود اگر جناب شما از همت و مردانگی خود کار گرفته مادر عبدالله جان رفیق را که خانم معمر و پسر او را که خردسال می باشد هم امر فرمایید از زندان رها سازند و بدین وسیله ما را ممنون خیش کردن. آقای ترون از تعریف کلمات همت و شیوه مردانگی خیلی احساساتی شده، گفت راست میگی خالص صاحب، و متأسفانه گوشی تلفن را برداشته و قماندان زندان پلچرخی هدایت داد مادر عبدالله رفیق و پسر خردسال او را هم رها سازند و برایشان بگوید آمده باشند، چند دقیقه بعد ما میاییم و آنها را از زندان نقل میدیم. بالاخره آقای عبدالله جان رفیق، پسر سردارتی قلخان رفیق و خانم او محبوب جان سراج، دختر آقای دکتر عبدالستار سراج، مادر عبدالله جان رفیق و پسر خردسال او از حبس رها گردیدن. آقای ترون با برادرم زیجان به زندان پلچرخی رفتن و آنها را به منزل زیجان واقع وزیر اکبر خان انتقال داد. من به علت اینکه یکی دو کار شخصی خود را می بایست در آن روز که تقریبا به پایان رسیده بود نیز انجام می دادم، از رفتن امرای آقای ترون و زیجان برادرم معذرت خواسته، گفتم من بعداً به دیدن زندانیان که نعمت آزادی نصیبشان گردیده خواهم آمد. مادر عبدالله جان رفیق به نام میمونه جان و ملقب به بی بی شیرین، خانم سردار عتیق‌الله خان رفیق و خواهر ملکه اومیرا ملکه افغانستان بود. آقای سردار عتیق‌الله خان رفیق شخصی بود که این ترور سردار محمد عزیز خان سفیر افغانی در شهر برلین و هم ظاهرشاه پادشاه افغانستان توسط سید کمال خان محصل افغانی به داخل امارات سفارت مجروع گردیده و نزد سلطنت افغانستان اعتبار زیاد داشته و به مقامات بلند پایه دولت از تقرر حاصل کرده بود. خلاصه مطب شامگاهان همان روز من دوباره به منزل زیجان برادرم رفتم و همه کسانی را که از زندان نپل چنبخی برآمده بودن سالم و تندرست یافتم و ساعت بانا نشسته باید به علت این که همه خسته بودن و خواب درست ننموده بودن و برای من همان روز خیلی خسته کننده و تأثیرآور بود اجازه خواستم برخص کردم. فردای آن روز طبق معمول من از منزل خود برآمده و برای اجرای پاره ای از کارهای خود در شهر بودم و بعد از ختم کارها به منزل ناجی جان نواسه کاکایم دختر آقای غلام صدرخان اعتمادی که در میکرویان زندگی میکرد به منظور خبرگیری از وی رفتم و از آنجا به منزل خود تلفن نمودم و میخواستم برای خانمم اطمینان بدم که اگر من دیرتر به منزل میام ناراحت نشود و من چند لحظه با ناجی جان هستم. وقتی خانمم تلفن مرا گرفت بلادرنگ گفت تو کجا هستی و زیجان تو را هر طرف سراغ میکند و نمیابد، تا حالا چندین مرتبه به من تلفن زده و از تو جویا میشود و من نفهمیدم که تو در کجا هستی و برایش معلومات درست دادن نتوانستم. بالاخره گفت هر وقتی که از او خبری برست آمد برایش بگو که یک مرتبه با من هر چیزی دوتر در تماس آید. موضوع بسیار مهم است. گفتم خیلی خوب، پس تو گوشی را بگذار، من الان با زیجان در تماس میام. وقتی به منزل زیجان تلفن زدم گوشی تلفن را خود او برداشته همین که آواز مرا شنید گفت تو کجا هستی؟ من امروز تو را هر طرف سراغ نمودم نیافتم اینجا. منظور از منزلش بود آقای وطنجار و آقای ترون تشریف آوردن و میگن شما را جناب رهبر صاحب میخواد یک مرتبه دیگر با محبوب جان که از زندان بیرون آمده از نزدیک ببیند، لذا هر چیز تر کوشش کن و به منزل من بیا تا با هم نزد رهبر صاحب برایم. سپس من از ناجی جان معذرت خواسته به عجله تمام جانب منزل برادرم زیجان برای افتادم. وقتی داخل منزل زیجان گردیدم دیدم آقای وطنجار مشغول تماشای تصاویر پدر کلانم سپسرال
غلام علی خان چرخی و کاکایم نایب سالار غلام نبی خان چرخی که به دیوار اتاق نشیمن برادرم آویزان بوده می باشد و درباره آنها با برادرم زیجان صحبت و از آنها ستایش می نوید. آقای ترون بالای یکی از آرام چاکی هایی که در سالن پذیرایی برادرم وجود داشت نشسته و به محبوب جان که یک روز قبل از زندان نجات یافته بود و باقی اهل خانه سرگرم صحبت و گپ بود. وقتی چشم آقای وطنجار به من افتاد بدون مقدمه مرا به اسم من خطاب نموده علاوه نمود که او برادر خودت کجا هستی؟ ما تو را ساعت هاست که جستجو میکنیم و تو پیدا نمیشی. من از دیر رسیدن خود به منزل زیجان و از آقایان وطنجار و ترون معذرت خواسته آنها را به خانه برادرم خوش آمدید گفته. من قبلا آقای وطنجار را هرگز ندیده و نمیشناختم و این که او مرا به نام من خطاب نمود معلوم میشد است من قبل از این که من به آنجا برسم یاد شده باشد و انتظار مرا میکشیدند. سپس آقای وطنجار هزار نمود که رهبر صاحب میخواد شما دو برادر را با محبوب جان امروز ببیند، اما وقت بسیار تلف کردید. من یک تلفن به ریاست دفتر ایشان می نمایم ببینم این پروگرام و قرار هنوز پا برجاست یا تغییر نموده. بعد گوشی تلفن را برداشته به ریاست دفتر رهبر صاحب تلفن نمود. رئیس دفتر آقای ترکی قراری که آقای وطنجار تفصیل داد در جواب گفت اجازه بدید از رهبر صاحب بپرسم چه هدایت می فرماید، بعد برای شما خبر میدم. از ریاست دفتر رهبر صاحب خبر آمد که رهبر صاحب به امور دیگری مصروف شده، ولی به من هدایت فرمودند تا برای شما بگویم فردا صبح اول وقت تشریف آورده و یک چای همراه من صرف نمایید. بعد از آن آقای وطنجار رو به من کرده گفت برادر هوش کن که فراموشت نشود، فردا صبح زود همه ای ما اینجا جمع میشیم و نزد رهبر صاحب میریم. آقای وطنجار امور وزارت مخابرات و آقای ترون امور قماندانی عمومی ژاندارم و پلیس را به عهده داشتند. فردای آن روز حسب وعده که داشتیم من به منزل زیجان برادرم رفتم، اما آقای وطنجار قرار ازارات آقای ترون نظر به یک مصروفیت عاجلی که برایش پیش آمده بود از آمدن به منزل زیجان معذرت خواسته. تنها آقای ترون قبل از رسیدن من حضور به هم رسانیده بود. سپس من و زیجان برادرم با محبوب جان سراج، خانم عبدالله جان رفیق و آلیه جان دختر دومی آقای دکتر عبدالستار سراج، خانم زیجان و معیت آقای ترون جانب مقر رهبر صاحب آقای دین محمد ترکی برا افتادیم. به مجرد رسیدن با آنجا متصلا برانمایی آقای ترون داخل اتاق پذیرایی گردیده و چند دقیقه انتظار کشیدیم تا آقای رهبر تشریف آورده و بعداً بعد از معرفی محبوب جان و علیه جان با هر یک از ما احوال پرسی گرمی را انجام داد. در این فرصت به ساعت چای و ناشته حاضر کردید و آقای محمد ترکی رهبر دولت این صرف صبحانه بازم به ستایش و یادبود نیاکان و بزرگان خانواده من سخنرانی نموده و در ضمن درباره ای که این دولت برای حفظ امنیت و برقراری اوضاع عمومی در مملکت مجبور است به یک سلسله اقدامات دست زند که ظاهراً سبب اذیت بعضی ها می گردد و اما بعداً معلوم می شود که این اقدامات دولت به نفع مردم و توده بوده است توضیح می داد. در پایان اشاره به محبوب جان نموده گفت به نظر من بهتر است ایشان با خانواده خود برای چند ماه مملکت دور باشند. وقتی در مملکت آرامی و امنیت تمام مکن فرما گردید می توانند به وطنشان برگردند. بعد از آن جانب آقای ترون رو گشتانده به زبان پشتو پرسید مجموعا چند نفر می باشند. آقای ترون در جواب گفت جمله چهار نفر هستند صاحب. سپس آقای ترکی با آقای ترون ادعا داد که برای هر چهار از آنها پاسپورت مسافرت صادر و هر چیز زودتر تهیه خارج شدنشان را از مملکت بگیرید. مقابلتاً ما دو نفر هم از لطف جناب رهبر سپاسگزاری و از این نظر نیکیشان ستایش به عمل آورده و بعد از تقریبا یک ساعت که با جناب ایشان گذشتاندیم اجازه خواستم مرخص شدیم و به معیت آقای ترون به خانه برادرم زیجان برگشتیم. در اینجا آقای ترون با کار پاسپورت آغاز نموده. اولا برای ما گفت برای جلوگیری از مصرف بیشتر
می خواهم دو جلد پاسپورت برای اینها درست نمایم و پاسپورت ها را هدایت می دهم. پاسپورت مریضی ترتیب نمایند که یک نفر آنها به اسم مریض و یکی دیگر به عنوان معیت مریض در آن درج گردد. مگر قیمت پاسپورت ها و تیکت طیاره را باید خودشان بپردازند. دولت برای این کار بودجه ندارد. ما گفتیم هرچی لازم می دانید اما تا اجراءات فرمایید. بدی است که قیمت پاسپورت و تیکت های هواپیما را خودشان تادیه می نمایند و بیشتر صاحب زحمت شما و تحمیل مصارف نمی شوند. در حقیقت همین آرزو را که برای آنها پاسپورت خروج از مملکت عنایت گردد هم آقای عبدالله جان رفیق و خانواده اش داشت و هم من و زیجان برادرم در دل می پرورانیدیم که جناب رهبرسای بدون این که در این باره از جانب ما تقاضای صورت بگیرد آن را منظور و انجام داد. بعد از آن آقای ترون به شعبه پاسپورت قماندانی ولایت کابل تلفنی هدایت ترتیب دو جلد پاسپورت را که در آن 4 نفر گنجانیده شود به قسمی که قبلا تعیین شده بود صادر نمود. علاوه نمود که برای گرفتن پاسپورت خود مراجعین می آیند، معلومات لازمه را ارائه و قیمت پاسپورت ها را می پردازند. در ختم این کار آقای ترون شماره تلفن خود را گذاشت و گفت با من در تماس باشید و از جریان مرا مطلع سازید. حالا شما عقب کار خود بروید و من عقب کار خود میرم. به این ترتیب کار پاسپورت و تهیه تیکت‌های پرواز برای خانم میمونه ملقب به بی بی شیرین که خانم باوقاری بود، پسرش عبدالله جان رفیق و محبوب جان سراج خانم عبدالله جان و پسر خردسال او که اسمش بیادم نیست در ظرف یکی دو روز انجام یافت و می بایست با اولین هواپیمایی که جانب تهران روانه بود پرواز نمایند. روز موعود سر رسید و آقای ترون قماندان عمومی ژاندار و پلیس که در جریان کار بود حسب وعده قبلی به منظور این کار که در فرودگاه کابل برای مسافرین مزاحمت پیشه شود، وقتی که من و زید جان برادرم خانواده رفیق رو به فرودگاه رسانیدیم برای مشایعت آمده بود و در اثر مساعدت او مراتب ویزای خروجی و کنترل بکس‌های مسافرین به سهولت تمام انجام یافت. و ما توانستیم آنها را تا اتاقی که تنها مسافرین بعد از اینکه کنترل پاسپورت و اساسشان از طرف پلیس صورت می گرفت و آنها برای پرواز آمده می بودند در آن اتاق جمع می شدند و معیت آقای ترون مشایعت نماییم. کسانی که با مشایعت مسافرینشان می آمدند اجازه نداشتند به آن اتاق داخل شوند. بالاخره محترم خانم میمونه رفیق، پسر و آقای عبدالله جان رفیق با پسر خردسالش و محبوب جان سراج افغانستان را ترک و جانب تهران پرواز نمودند. در اینجا می خواهم درباره آشنایی با ببرک کامل اندک روشنی بیاندازم. این که من آقای ببرک کامل را پیشتر و چگونه می شناختم داستان از این قرار است که یک نفر از زندانیان سیاسی زندان خلای جدید دیمزن فاروق جان تلگرافی نام داشت که با آقای ببرک کامل نسبت و خویشاوندی نزدیک داشته و ببرک کامل ایشان را به اسم کاکا خطاب میکرد. جریان اظهارات فاروق جان تلگرافی که به جرم مخابره تلگرام تبریکی که ختم جنگ با امیر حبیب‌الله مشهور به بچه سقا به حبس ابد محکوم شده بود و فرقمش شیرمات خان چرخی که در جنگ تنگی واکجان لشکریان امیر حبیب‌الله را شکست داده و اولین سربازی بود که داخل شهر کابل گردیده و این تلگرام را تثبیت و مخابره آن را هدایت داده بود. همچنان بعد از آن که نادرشاه زمام قدرت و سلطنت را برست آورد، فرقمش شیرمات خان چرخی را با کاکایم جنرال غلامگیری خان چرخی، وکیل محمد ولی خان دروازی، مرزا محمد میدی جان سرمنشی،
خواجه آیت الله خان و فقیر جان به شهادت رسانید. در شروع این رساله به صورت مفصل توضیح داده شده است. آقای ببرک کالمن در آن زمان پسر خردسال و متعلم بود و بعضی روزای جمعه به حیث پایواز به دیدن آقای فاروق جان تلگرافی همیشه تعریف میکرد که برادرزادهش بیشتر از سن و سال خود صحبت میکرد و خیلی باهوش است. اگر شما خواسته باشید میخوام او را یک مرتبه نزد شما بیاورم. بعد از آن هر وقت که ببرک کالمن به دیدن آقای خان میآمد، آقای فاروق جان تلگرافی او را برای یکی دو ساعت به اتاق ما میآورد و با هم صحبت میکردیم. درست به یادم نیست که به کدام صرف مکتب بود، ولی هرگاه سوالی به نام برده راجع میشد با جملات شمرده و استراحات لهجه جواب میداد که به تناسب سن و سال او برایش به اصطلاح زیاد بود. پسر خیلی باهوش، ذکی و تنفهمی بود و کاکایش فاروق جان تلگرافی بالایش بسیار حساب میکرد. این برخوردها در سالهای بین 1320 و اوائل 1325 هجری شمسی برابر به 1941 و 1946 عیسوی صورت می گرفت که درست و یادم نیست. ببرک کالمن در آن وقت چند سال داشت، ولی همین قدر می دانم که هنوز به سن بلوغ نرسیده و کودک بود. بعد از آن در سالهایی که من به خانواده هم از زندان رها گردیده بودیم، در بعضی از محافل عروسی و دعوت ها با هم می دیدیم. آقای ببرک کالمن خیلی احترام کارانه و با محبت پیش آمد میکرد. در غیران هیچ گونه وجه مشترک ایدئولوژیک با هم نداشتیم و هیچ وقت صحبت های سیاسی و انقلابی در بین نرفته و نه من به هیچ یک از عذابی که در افغانستان وجود داشت وابسته بودم. همچنان آقای سلیمان لایق را در یکی دو محفل آشنا شدم. آقای تعذیب در شهر قندوز یک دفتر دارالوکاله داشت و زمانی که من برای اجرای پاره از کارهای خود به قندوز می رفتم و چند روز در آنجا توقف می داشتم، بعضی اوقات بعد از فراغت کار در منزل یک دوستم به نام مدیر آقا جان خان او را می دیدم و با هم صحبت می نمودیم. با آقای سلطان علی کشمن در یک شرکت وارد کننده ادویه به نام عباسین که متعلق با آقای عبدالله جان عابد پسر مرحوم دکتر میرزا زین العابدین خان بود، و آقای عبدالله جان از دوستای نزدیک من به شمار می رفت آشنا کردیدم. آقای کشمن در شرکت مذکور برای ترجمه مکاتیب را به زبان انگلیسی انجام می داد، ولی هیچ وقت با هیچ کدام از ذوات فوق ذکر مباحثات و صحبت‌های سیاسی نداشتم و این که آنها به کدام از مربوط بوده و صاحب چی مفکوره و اهداف می باشند ابدا با آنها صحبتی به میان نیامده بود. برمیگردم به آشنایی با آقای ترون. بعد از این دیدار با آقای نور محمد ترکی رهبر دولت دموکراتیک خلق و رهایی خانواده رفیق، آقای ترون با ما آشنایی خود را نگه داشته و گاگاه تماس تلفنی می گرفت و از این که احوال ما بخیر است خود را مطمئن می ساخت. من هم از این آشنایی های موصوف استفاده های نموده و بعضی از دوستان و آشنایان را که از اوضای جاریه در مملکت احساس خطر می نمودن و آرزو داشتن پاسپورت به دست بیاورن و کشور را ترک نمایند و این کار به صورت نرمال اشکالات زیاد داشت، به من مراجعه و استعانت می رسند. آنها را یاری نموده شخصا همراهشان بعد از یک تلفن قبلی که آقای ترون به خوشی از آن استقبال می نمود می رفتم و آقای ترون با جبین کشاده خواهش مرا پذیرفته امر اجرای پاسپورت را به شعبه پاسپورت ذریعه تلفن عنایت و ابلاغ می فرمود. از آن جمله یکی آقای عبدالعلی سراج پسر سردار عبدالغفرخان سراج بود که با هم آشنایی و دوستی زیاد داشتیم. آقای عبدالعلی سراج به علت این که اولا از قوم محمدزایی و ثانیا با یک خانم امریکایی ازدواج نموده بود نزد دولت خلقی طرف اشتباه قرار گرفته بود. علاوه روی بی‌حسابی ها، خشونت ها، عدم تحقیق، انادهای شخصی و خصومت های مامورین اجرایی دولت که همین که اهمیت بدون استحقاق به خود حائل می شدن اشخاص معصوم و بیگناه به زندان می رفتن و اگر کسی به دادشان نمی رسید تا اینکه درباره آنها تحقیق به عمل آید
از دست مامورین مغرور و بیرحم زندان بیچاره میگردیدن، این رویداد ناگوار دو مرتبه اتفاق افتاد. یکی این که آقای امیدالله جان طرزی پسر حبیب‌الله خان طرزی با خواهر او جمیله جان طرزی خانم آقای دکتر عبدالسلام در یکی از روزهای جمعه که طبق معمول خانواده و مربوطین زندانیان به نام پایواز به دیدن اقارب زندانی خیش به زندان پلچرخی می رفتن، این دو نفر هم نظر به دوستی نزدیکی که با سردار محمد ولی خان ولی جان پسر عموی سردار محمد داود خان رئیس جمهور مغلوب داشتند و سردار ولی جان به خانواده خود در روزهای اول به قدرت رسیدن دولت دموکراتیک خلق با باقی مانده خانواده سلطنتی و همکاران نزدیکشان اسیر بودند، رفته و یک مقدار خوراک و البسه با خود برده بودند. در اثر یک حرکت عرج و مرج که در زندان صورت گرفت و منجر به مداخله مسلحانه از طرف پاسبانان و نظامیان محافظ گردید، قماندان زندان پلچرخی براشفته شده و با عصبانیت تمام به نگهبانان زندان آمرانه و جابرانه هدایت داد تا همه آن جمعیت را از هم از زندانیان و پایزها و پایوازها رو زورمندانه و با تهدید مرگ به داخل زندان انداخته و دروازه زخیم آهنین زندان را مسدود سازند. آقای امیدالله جان طرزی و خانم جمیله جان طرزی هم در این جمله به زندان رفتن، ولی خوشبختانه همین قدر توانستن و فرصت آن را پیدا کردن که برای عالیه جان خانم برادرم زید جان از ماجرایی که به وقوع پیوسته و بلایی که بر سرشان آمده خبر بدن. عالیه جان دختر دوم خانم جمیله جان طرزی و دکتر عبدالستار سراج بود و به مجردی که از گرفتاری مادر و مامای خود مطلع گردید به سرار من آمده و از جریان حادثه برای من حکایت کرد. بعد از آن من گوشی تلفن را برداشته از منزل خود به قماندانی عمومی ژاندارم و پلیس تلفن و تمنا کردم اگر مرا به آقای ترون وصل نمایند ممنون میشم. شخص معذفی که تلفن های آقای ترون را میگرفت و جواب میداد گفت قماندان صاحب اکادمی پلیس رفته به آنجا مراجعه کنید. گفتم خیلی خوب، لطفا اگر شماره تلفن مرا با اسم من نوشته روی میز کار ایشان بگذارید خیلی ممنون میشم. سپس به اکادمی پلیس تلفن و خواهش نمودم مرا با آقای ترون وصل من. متاسفانه ترون صاحب آنجا را هم چند لحظه قبل ترک کرده بود و به این صورت من با ایشان تماس گرفته نتوانستم. نیم سال یا 40 دقیقه انتظار کشیدم، از ترون صاحب خبری نشد. بار دیگر به قماندان عمومی ژاندارم و پلیس تلفن نمودم، ولی بازم با جناب ترون صاحب ارتباط پیدا کرده نتوانستم و موصوف هنوز به دفتر خود بر نگشته بود. در این فرصت روز داشت آهسته آهسته به پایان رسد و عالیه جان هم که از طرف پسران کوچک خود نگرانی داشت بیشتر نزد من مانده نمی توانست. جانب منزل خود روان شد و فیصله ما به این قرار گرفت هرگاه خبر درست برست آید من باید حتما و هرچه زودتر به اطلاع او برسانم. عصر دیر و نزدیک به مغرب یعنی شام بود و من گوش با آواز پهلوی تلفن نشسته بودم که بالاخره زنگ تلفن به صدا در آمد و جناب ترون صاحب بود که پیام مرا گرفته پرسید خالص صاحب چه خبر است؟ من از جریان واقع برایش توضیحات داده و ضمناً خانم جمیله جان طرزی و برادرش آقای امیدالله جان طرزی را معرفی نمودم و از وی طالب یاری شدم. ترون صاحب در جواب گفت به من فرصت بده تا اولتر از چگونگی حادثه اطلاع واسقی به دست بیاورم، بعدن برایتان خبر میدم. خلاصه پس از 20-25 دقیقه بار دیگر جناب ترون صاحب تلفن نموده و به من اطمینان داد و گفت من به قماندان زندان پلچرخی نامای خانم جمیله خانم طرزی و امیدالله جان طرزی را یاد داشت و هدایت دادم همین حالا آنها را رها سازد. شما مطمئن باشید آنها به زودی جانب
منزلشان برا می افتند. متصلا من به آلیه جان خانم برادرم زید تلفنی خبر دادم و گفتم بالاخره ترون صاحب پیدا شد و خواهش مرا پذیرفته امر رهایی مادر و مامایت را به قماندان زندان پلچرخی ابلاغ فرمود و ضمناً اطمینان داد که به زودی به خانه بر می گردند. لذا بیشتر تشویش نداشته و خواهش میکنم هرگاه آنها برگشتن و خانه رسیدن مرا در جریان بگذارید. حوالی ساعت 10 شب بود که آلیه جان برای من از رهایی و مواصلت مادر و مامای خود اطمینان داد که به این ترتیب همه راحت گردیدیم. حادثه دوم دامنگیر یکی از پسران لالکمی چند گردید که من سالهای زیادی با این خانواده آشنایی داشتم و از دوستان اهل هنود من بود. پسران لالکمی چند بعد از درگذشت پدرشان در سرای شاهزاده یک دکان تبادله اثار داشته و سرگرم کار خود می بودند. پسران خیلی راستکار، سالم و بی‌غرضی بودند و اکثر سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های خارجی مقیم کابل، همچنین بسیاری از شهریان کابل آنها را به خوبی می شناختند و اثارشان را به پول افغانی نزد آنها که از اعتماد برخوردار بود تبدیل و همچنان اثار مورد نیاز را در بدل پول افغانی از این پسران راستکار خریداری می نمودند. قراری که یکی از این پسران نزد من آمده و گزارش این موضوع را تفصیل داد، برادر بزرگ آنها که نام او درست بیادم نیست طرف اشتباه دولت قرار گرفته و زیر عنوان جاسوسی برای امپریالیسم امریکا هفته گذشته از جانب پاسداران دولت گرفتار گردید است و ما چه ور طرف تلاش میکنیم از برادر ما که آیا زنده است یا نه و اگر زنده می باشد به کدام یک از زندانهای کابل خواهد بود اطلاعی به دست آورده نمیتونیم. لذا به شما مراجعه کردم اگر دستتان چیزی برمیاد ما را مددگاری کنید. بازم وقتی با آقای ترون تلفن نمودم و وقت ملاقات خواستم خواهش مرا پذیرفته متاهم آن روز به علت گرفتاری های زیاد مذرت خواسته و برای فردای آن روز یک ساعت بعد از ظهر را برای من تعیین نمود و من هم به حیات یکی از برادران شخصی زندانی شده به ساعت معین خدمت آقای ترون رفته و درباره پسران لکمیچن معلومات مفصل داده علاوه نمودم که من شخصا این برادران را از سالهای طویل به این طرف میشناسم. کارشان تبادله اثار است و به دستبندی های سیاسی جزئی‌ترین سهمی ندارند. سپس آقای ترون اسم و هویت او را از برادرش گرفته فرمود من در زمینه تحقیق می‌نمایم ببینم چه کار کرده میتوانم. برای من یکی دو روز فرصت بدید. واقعا یکی دو روز بعد یکی از این پسران تلفنی به من خبر داد که برادرشان از حبس رها و به منزل برگشته است. منظور من از ذکر مطالب بالا این است که آقای ترون تا زمانی که از وفاداران آقای نور محمد ترکی محسوب می شد و در روز اول دیدار با وی از نزدیک مشاهده نمود که آقای ببرک کارمل ما را با موتر خود به قصد نمبر یک رسانید و آقای ترکی به حیث رهبر دولت دموکراتیک چگونه معامله با ما نمود. به هر مراجعه من با جبین گشاده ترتیب اثر داده و درباره هر یک از دوستان و آشنایانی که با مشکلی مواجه می شدن و از من یاری می خواستن و من مشکل آنها را با آقای ترون در میان می گذاشتم بلا تأخیر با آن رسیدگی می کرد. ولی زمانی که نام برده از آقای ترکی گسسته و با آقای حفیظ الله امین که در آن وقت رئیس وزیر امور خارجه ایفای وظیفه می نمود پیوسته بود کاملا موقف دیگری به خود گرفته و در وضع عمومی وی تغییر فایش به میان آمده بود. چنانچه یک روز آقای محمد حسن کریمی به اتهام یک قتل توقیف کردید که نه ایشان و نه یکی از خانواده موصوف در آن دست داشته و به قراری که آنها به من قبلا این داستان را حکایت کرده بودند، پسر جوانی از دوستان خانواده آقای کریمی
با تفنگچه که در دست داشت بازی میکرد، غافل از این که تفنگچه در جاغور خود گلوله پنانی داشت، ناگهان این سلاح ناریه به سر در آمده و آماج خود آن جوان در منزل آقای کریمی که طبق معمول به زیارت آمده بود قرار گرفت. این حادثه چندین سال قبل وقوع پیوسته بود که مراتب دعوی، محاکمه و برات گرفتن این خانواده همه تای گردیده و تصفیه شده بود. قدسیا جان و محبوب جان دو شیزگان آقای کریمی در یکی از روزهای گرم تابستان به صورت غیر مترقب اولی ساعت زور و منزل من آمده از ماجرا صحبت و ضمناً گفتند ما همین حالا از نزد آقای ترون می آییم که نام برده بر روی این که به عرض بداد خواهی ما گوش نداد، بلکه با استعمال الفاظ رکیک و دور از انسانیت ما را از دفتر خود بیرون نمود. این دو دختر که از برخورد آقای ترون شاک گرفته و تمام وجودشان بلرزه در آمده بود حکایت می گفتند که این قضیه خیلی قبل تصفیه گردیده است، ولی حالا یکی از اقارب آقای مقتول از قدرت آقای جلالر که یکی از حزبی های مهم وزیر تجارت می باشد کار گرفته و موضوع را دوباره روی صحنه آورده و در نتیجه پدر ما را از الاجاره به زندان انداختند. به منظور جلوگیری از توالت کلام بازم با آقای ترون تلفن نموده و آرزو کردم اگر وقت داشته باشند به من فرصت بدهد خدمتشان برسم. آقای ترون به این تقاضای من بلا تأخیر لبیک گفته و انگامی که من از مبسوط در باره وقت و روز موعود جوهاشتم فرمود همین حالا خالص بیایید. بعد از آن من خودشیا جان و محبوب جان دختران آقای کریمی را کمی تقویت نموده تسلیه دادم و با اطمینانی که بالای آقای ترون داشتم با آنان گفتم بسیار تشویش نداشته باشید، من قراره که آقای ترون برای من وقت داده است همین حالا نزد او میرم و انشالله یک کاری را انجام خواهم داد. مگر متاسفم که این باور من بایست تبدیل شد و آقای ترون را در این مراجعه کاملا شخص دیگر یافتم. اولا آن استقبالی که مبسوط همیشه داشت این مرتبه به یک وضع پیش آمد رسمی تبدیل شده بود. تصویر آقای امین بالای میز کارش قرار داشت، خودش در حالی که بالای یک کرسی چرخی نشسته این سو و آن سو مغرورانه دور میخورد و با یک تلسای منصبانی پلیس و مراجعین صحبت میکرد. بالاخره رو به من گشانده پرسید شما چی مطلب دارید؟ با مجرده که من نام از آقای حسنی کرمی بردم و خواستم نسبت به بیگناهیشان خدمت آقای ترون توضیحات بدم، صحبت مرا به صورت ناتمام قطع نموده گفت من نمیدانم این آدم چقدر واسطه دارد. بعد از آن با یک وضع خیلی سرد و رسمی از من تقاضا نمود که دیگر واسطه کسی نگردیده و به همچون موضوعات مداخله ننمایم. من هم با شنیدن این کلمات از زبان آقای ترون که انتظار آن را نداشتم و همچنان شنیده بودم که نامبرده یک شخص فاقد موازین اخلاقی بوده، عزت نفس شخصی و ارزش‌های انسانی نزد او قیمت ندارد، بدون خداحافظی از جا برخواسته، گفتم ببخشید و او در جواب گفت بفرمایید، از دفتر قماندان ژاندارم و پلیس خارج شدم. بعد از این برخورد دیگر هیچ آرزو نکردم با آقای ترون در تماس بیایم و ایشان هم دیگر مراوده تلفنی خود را با من قطع نمود.